در موزه ایستاده اید به تماشای اثری از کاندینسکی یا مونه و دارید فکر میکنید در برابر این آثار چه احساسی باید داشته باشید. بعضی نقاشی ها انگار هیچ سرنخی برای فهم خود در اختیار ما قرار نمیدهند. بعضی نقاشی ها هم درست برعکس عمل میکنند. مثلا تابلوی خیانت تصویرها اثر رنه مگریت را در نظر بگیرید. این تابلو با شما حرف میزند، به زبان ظاهراً سرراست و با استفاده از کلمات قابل فهم. این یک چپق نیست. نقاشی در اینجا ما را مخاطب قرار میدهد. نخست بیایید اندکی درباره رنه مگریت، یکی از نامدارترین و ماندگارترین نقاشان سورالیست حرف بزنیم. مردی که هرگز خودش را نقاش نمیدانست. او خود را متفکری می‌دانست که با زبان تصویر سخن می‌گوید. او که دانش زیادی در فلسفه داشت، از افلاطون گرفته تا فوکو، نوعی سبک زیبایی شناختی ویژه برای بیان افکارش ایجاد کرد و تا پایان دوران کارش به همان سبک ادامه داد. هدف او برانگیختن راز و گیج کردن بیننده بود تا به ما نشان دهد که آنچه می‌خواهیم همیشه پشت آن چیزی است که می‌بینیم. و پرده‌ای که دیدنی‌ها را می‌پوشاند هرگز به طور کامل بر نمی‌افتد، چرا که این پرده بر روی اشیا کشیده نیست. قوه فکر و تصور ماست که مانع دید است. خیانت تصویرها مستقیماً به این درون‌مایه‌ها می‌پردازد. در نگاه نخست همه چیز در این تابلو آشکار است. تصویری از یک چپق و در زیر تصویر جمله‌ای که به بیننده یادآوری می‌کند این یک چپق نیست و منظور مگریت این است که به ما نشان دهد بازنموده‌ها با شیء واقعی یکی نیستند، آنها فقط شبیه اصل هستند. این که بدیهی است و هر کسی می‌داند که نمی‌تواند در این چپق نقاشی شده توتون بریزد و کبریت بکشد، اما در اینجا پرسش دیگری زاده می شود. اگر کسی این تصویر را نشان دهد و از شما بپرسد این چیست، شما احتمالاً می گویید سیب است، یا این یکی یک مرد است، یا این یکی قطار است، آن یک خانه و این یک سگ و این یک دست است و این هم یک چپق است. این رخداد تصادفی کوچک در زبان در واقع اصلاً تصادفی نیست. انسان‌ها صدها سال فکر می‌کردند که بین زبان و واقعیت یک رابطه انداموار وجود دارد و نام اشیا از خود اشیا برمی‌آید. درخت درخت است، کانیه وست کانیه وست و چپق چپق. این ایده را زبانشناس مشهور فردیناند سوسور مورد پرسش قرار داد. او دریافت که رابطه بین شی و نام شی کاملاً قراردادی و تصادفی است. او بر این نظر بود که ما در واقع اشیا را نمی شناسیم، بلکه تنها از طریق زبان به سایه‌شان دسترس می یابیم. زبان نظامی قراردادی است که هر چیزی در آن معنایی دارد. این ایده ها آنقدر تازه بود که مگریت فکر کرد هنوز روش کهنه اندیشیدن درباره زبان رایج است. ما درباره نقاشی واقع نما و شباهت های آن با واقعیت هنوز تابع همان نظر کهنه هستیم. مثلا نقاشی انتزاعی را دور از واقع می‌بینیم. شباهت به شیء واقعی بیانگر نوعی رابطه هرمی است. تو گویی تصویر چپق به چیزی خارج از زبان ارجاع می‌دهد، به خود شیء. خطا بودن این ادعا الهام بخش نقاشان انتزاعی بود که تلاش می‌کردند از شباهت فاصله بگیرند تا حدی که ارجاع به واقعیت ممکن نباشد. مگریت برخلاف آنان این توهم شباهت را از درون ویران می کند. در اثر مگریت وابستگی پنهان دیداری به زبان برهنه در معرض دید قرار می گیرد. این وابستگی پنهان همین خیانت تصاویر است. در اینجا ما تصویری داریم و جمله‌ای که انگار از کتاب درسی گیاهشناسی بیرون کشیده شده و به بیننده التماس می‌کند که آن دو را به هم ارتباط دهد. اما ما چرا باید اینها را به یکدیگر مرتبط کنیم؟ چرا این جمله و این تصویر باید به هم ارجاع بدهند؟ از کجا بفهمیم که کلمه این به بالا اشاره می‌کند؟ البته که نمی‌دانیم، اما این ضمیر و این شباهت و این نام همگی ارتباط را ناگزیر می‌کنند و این ناگزیری است که در همه جنبه‌های زندگی ما به واقعیت بدل می‌شود.
ما در زندگی روزمره اطمینان داریم که دیدنی ها را می شود گفت و گفتنی ها را می توان دید. اما اگر تا حالا عبارت باید اونجا می بودی را به زبان آورده باشید، می دانید که دیدنی و گفتنی دو واقعیت مجزا هستند و همیشه همپوشانی ندارند. تصویر چپق یک چپق نیست، اما واژه چپق نوشته شده بر کاغذ هم یک چپق نیست. پس این جمله که با خطی شبیه خط بچه مدرسه ای ها نوشته شده، تناقضی را آشکار می کند که کل تابلو را از محل اتصال آن از هم می درد و به یک اثر فاقد معنی بدل می کند. آیا مگریت به وضعیتی که آفریده بود خندید؟ نمیدانیم، اما باید پرسید کدام نیرومندتر است، اینکه تابلو کلید فهم خود را از بیننده دریغ کند و یا اینکه پرسش را درست به وسط مغز بیننده پرتاب کند، پرسشی که با کمترین تلنگر و بررسی از درون متلاشی می شود.